یه مثال خیلی قشنگی میزنم، این مثال واقعا فوق‌العاده است. وقتی هم نگاه میکنیم مثال دیدید خیلی قشنگه، بدونی صاحب مثال خیلی آدم خبره‌ای بوده. میبینید این مثال مال حضرت رسول است. وقتی هی میومدن به پیامبر رجوع میکرد آقا اون دنیا چجوریه، اون دنیا چجوریه، حضرت میگه من چجوری به اینا بفهمونم. این مثال قشنگ است. حضرت فرمود ببین یه جنین تو رحم مادرش وقتی به دنیا میاد، میاد به این دنیا، چقدر تفاوت هست. برو به این فکر کن، به اون محیط و این محیط بیرونی، خب همونقدر همون شکل چی از این دنیاست به اون دنیا. حالا نگاه کنید، من یه سوال از شما پرسم. جنین تو رحم مادر، فرض کن میتونی باش صحبت کنی، سلام علیکم آقای جنین، مثلا پسر از آقای جنین، بله بفهم، در نزدیکی دیگه کامل شده جنین، میخواد به دنیا بیاد، میگیم ببخشید این چیه شما دارید پاشو میگید، مثلا فرض کنید اسمش هم میدونید، میخوام پا، میگه به چه درد میخوری؟ هیچ. راست میگه توی رحم بیا هیچ دردی نمیخوام. بعد میگه خب هیچ. این دیگه دست به چه درد؟ هیچ. این چیه؟ چشم. به دردم نه، تاریکه دیگه. میگه که این حس بویایی نه، اصلا معلقه در یک مایه، معلقه اصلا بویایی معنی نداره، عجیبه. بعد بهش میگه ببخشید آقای جنین، میگه بله، میگه عزم خواهم، شما پاهات کامل رشد پیدا نکرده، بری اون طرف اذیت میشی. میگه درک پاهم رشد نکرده، مگه پا به چه درد خوره؟ میگه اون ور بله مان کن، کی از اون ور برگست شنیدی تا حالا؟ میگن دیگه ها. بعد بهش میگه خب چیکار کنیم؟ میگه بابا مچلی تو هم بند ناف و به چهز. چرا؟ چون تمام شناختش به واسطه چیه؟ بند نافه، خورد و خوراکش بند. میگه بابا این بند ناف میمونه این و به درد نمیخوره، از دهان قراره تغذیه کنی. میگه برو پیکانت، هر چی بهش میگه گوش نمیکنه. میگه بابا پاهات رشد پیدا نکرد اونور اذیت میشی، یا چشمات رشد پیدا نکرد کامل نشد تکامل پیدا نکرد اونور اذیت میشی، بقیه میدونن تو باید بشینی اذیت میشی، بقیه میبینن تو نمیبینی اذیت میشی، ها برای خودت دارم میگه. میگه ویلکم بند نافره چه، همین دنیا هم اینجوریه، دارن بهت میگن عزیز دل من دست و پای معنوی تو پیدا کن اونور اذیت میشی، ها میگه نه این مهمه، این میگه این اصلا به درد نمیخوره اون وقت. اون دنیا میگه آدما محشور میشن، میگه یکی از زبونش زیر دست و پاها گیر میکنه، میگه چیکار کرده این وقت؟ خیلی خبرکشی کرده و دروغ گفته و گناه، این زبون زیاد انجام داده، دروغ گفته و گناه، این زبون زیاد انجام داده. اون دنیا بقیه نمیتونه بوده، میگه آدمایی که شکم پرست و شکم بارن شکماشون خیلی گنده میشن، به جوری که باید شکماشون رو بکشن با خودشون. دقت کنید، شکم رو با خودش بکشه طرف ببره، اینقدر سختشه. بقیه سبکبال میدون و میرن، راحت گذر میکنن از اون پل، از پل صراط میگذرن، او سقوط میکنه. من به شما بگم او زشتی رو با خودش برد، او زشتی رو با خودش برد، اون دست و پای معنوی معلول رو با خودش برد. حالا این مثال که میزنه طرف حالیش میشه، میگه عجب، نه اینجوری ها واقعا، برای چی اون جنین دست و پا داره در حالی که تو اون محیط بدرد؟ برای اینکه اون یک چیزی رو داره رشد پیدا میکنه، برای دنیای بعدیش لازمه، برای دنیای بعدیش لازمه.